خانم آرسته از جزئیات تصویب این بسته در سنا به ویژه از بخش‌های مرتبط با تحریم‌های جمهوری اسلامی برامون بگید. ابتدا بگم که ساعتی پیش پرزیدنت بایدن این مصوبه سنا رو تصویب و به قانون و لازم الاجرا کرد، تصویب کرد. تحریم‌های گسترده مرتبط با جمهوری اسلامی به صورت الحاقی در بطن قانون لایحه قانون سه‌گانه کمک‌های اوکراین و اسرائیل و تایوان گنجانیده شده بود که ابتدا شنبه توسط مجلس تصویب شد و به سنا ارجاع و تصویب شد. این تحریم‌ها به طور خلاصه قانون منع حمایت از صدور و فروش نفت ایران هستش که تحریم بنادر و پالایشگاه‌های خارجی هست که فرآورده‌های نفتی ایران رو که ناقض تحریم ها پالایش میکنند و پردازش میکنند. قانون تحریم های انرژی ایران و چین هستش که برای تشدید تحریم ها علیه نهادهای چینی خریدار نفت و فرآورده های نفتی ایران هست و قانون مبارزه با صادرات گسترده موشک های جمهوری اسلامی که با هدف محدود کردن قابلیت های توانایی و توانایی تولید موشک های بالستیک حکومت تهران و تمدید تحریم های سازمان ملل علیه این برنامه است. و دیگری قانون حقوق بشر و مسئولیت امنیتی با عنوان قانون محساس که برای تحمیل مجازات علیه رهبران و همینطور سران حکومت تهران که مسئولین نقض شنیع حقوق بشر در ایران علیه مردم ایران هست که شخص علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حکومت او و تمام منصوبهای اونها رو شامل میشه و قانون حماس و گروه های تروریستی فلسطینی برای جلوگیری از تامین مالی این گروه هاست و قرار دادن حامیان این گروه ها مثل کشورهای حکومت های مثل قطر و ایران هستش. در مورد کمک های دفاعی این بسته به اوکراین و اسرائیل و تایوان در این لایحه چهارگانه گزارش تهیه کردم که با همون رو مشاهده میکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت چهارشنبه لایحه کمک 95 میلیارد دلاری به اوکراین و اسرائیل و تایوان را امضا خواهد کرد. سنا این لایحه چهارگانه را با 79 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تصویب کرد و برای امضای جو بایدن به کاخ سفید ارسال کرد. چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا سه‌شنبه در سنا گفت این یک نقطه عطف در تاریخ است. درگیری هایی که اکنون در اروپا، در خاورمیانه و تنش هایی که در هند و اقیانوس آرام شاهد هستیم، در شکل دهی توازن قدرت میان دموکراسی و خودکامگی در دهه های آینده بسیار مؤثر و عواقب آن برای امنیت بلند مدت آمریکا عمیق خواهد بود. اگر به پوتین اجازه داده شود در خاورمیانه تسلط یابد و اگر حزب کمونیست چین اجازه تسلط بر اقیانوس هند و آرام را بیابد و اگر به ایران اجازه داده شود بر خاورمیانه مسلط شود، این ایالات متحده است که بیش از همه در دراز مدت متحمل عواقب آن خواهد شد. کمک‌های دفاعی ایالات متحده در این بسته شامل 61 میلیارد به اوکراین، 26 میلیارد به اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه به شهروندان غزه و 8 میلیارد و 200 میلیون دلار به تایوان برای مقابله با جمهوری خلق چین است. چاک شومر و میچ مکانل رهبران اکثریت و اقلیت سنا همراه با مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان برای تضمین تصویب این بسته همکاری کردند. این بسته کمکی ممکنه که آخرین مورد تایید کمک‌ها برای اوکراین تا پس از انجام انتخابات نوامبر ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و همینطور یک سوم کرسی‌های سنا باشه. آقای علادی،